خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، علی الخصوص شما. مخلصی؟ مخلصم. البته نسبت به تلویزیون اینجا گنده تری یکم. آمد؟ بله. بله. ببخش من میتونم با اتون راحت باشم؟ با من؟ من میتونم شما رو کامران صدا کنم؟ کمکی میکنه به؟ آره همینجور راحت. اشکال نداره. مخلصم. منم میتونم با شما راحت باشم؟ خواهش میکنم. شما رو هومن صدا کنم؟ راحت باشم. از کنم خدمتتون که مادر بزرگ من سر زار رفت، واسه همین بابا بزرگم افسردگی پس از زار گرفت. یک پیر مرد افسرده که تو مغازه ساندویچیش خدمات ساندویچی ارائه میکرد. این چندین سال افسرده بود، ولی این اواخر افسردگیش بیشتر شده بود. یه سری کارهای عجیب غریب انجام میداد. مثلا زنگ میزد خونه همسایه ها فوت میکرد، ولی همه میفهمیدن که این بابا بزرگ منه، چون اول خودشو معرفی میکرد بعد فوت میکرد. مثلا زنگ میزد گفت الو سلام قاسمم، قطع میکرد. تا اینکه یه شب یه اتفاق عجیب افتاد. زنگ زد خونه یکی از دوستاش، گفت که الو سلام قاسمم. اون پشت خطیه گفت که کدوم قاسم؟ گفت بابا قاسمم، ساندویچی دارم، بابا بزرگ نیما، شناختی؟ پشت خطیه گفت آها بله شناختم جونم آقا قاسم، بفرما. بابا بزرگم فوت کرد، قطع کرد. یه سری تکنیک‌های اعتراضی خاصی هم داشت. مثلا مهمون که میومد خونه‌اش، از ساعت 9 شب به بعد میومد اینجوری تشکش رو پهن می‌کرد وسط سفره، می‌گرفت می‌خوابید. بعد میگفت من که با شما کاری ندارم، شما میمونید بمونید. آجی چی یعنی چی کاری ندارم وسط سفره؟ یه بار اومد جاش انداخت وسط، ما گرفتیمش، چون اون وسط عروسی دایم بود، دوماد داشت می‌رقصید. بعد آقا من به خاطر اینکه حالا تنها نمونه من پیشش زندگی میکردم. بعد یه سری من چون اواخر افسردگی هم گرفته بود، من شمارمو نوشته بودم رو کاغذ، گذاشته بودم تو جیبش که اگه خدای نکرده گم شد و فلان با من تماس بگیرن و بریم حالا پیداش کنیم. ولی میرفت تو پارک شماره منو بین مردم پخش میکرد. یعنی من هر روز تماسهای مردمی داشتم و مردم صحبت میکردم. البته با بعضی از مردم بیشتر صحبت میکردم، به مشکلاتشون رسیدگی میکردم. یه شب اومد گفت پاشو پاشو. گفتم چی شده؟ گفت پاشو ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم. گفتم چرا؟ گفت که ما فرهنگ خانوادگیمون با هم متفاوته. گفتم حاجی من نوتم، نامزدت نیستم که بگی بخواب. بعد خوابید یکم، بعد اومد گفت که پاشو پاشو سطل رو پر کن ماشین رو بشوریم. گفتم مثلا ما که ماشین نداریم. گفت خب شاید خریدیم یه روز. پاشتم سطل رو پر کردم، خوابیدیم، صبح پاشدیم رفتیم مغازه. مغازه با بزرگمون رونق قبلیشو از دست داده بود، واسه همین ما تصمیم گرفتیم که تغییر کاربری بدیم و مغازه فلافلی باز کنیم، از این پرکن بخوره. روز اول استقبال خیلی خوشبختانه خیلی خوبی شد و به دلیل همین استقبال متاسفانه ما ورشکست شدیم. یعنی زیر 12 تا فلافل استفاده نمی کردیم. آی دکتر، شما که دکتری تحصیل کرده اید، ما چند تا فلافل باید بذاریم لای نون؟ هرچی بیشتر بهتر. دقیقاً امثال دکتر اومدن تو مغازه با بزرگه. آخه بستگی به سایز نونم داره دیگه. آقا کامران، شما که دکتر نیستی، شما به نظر چند تا فلافل ما باید بذاریم داخل نون؟ به اندازه نون ربطی نداره. یه دونه باگت ساده. به نظر من با سه تا میزونم. همه تون علکی اینجا میگی سه تا، بعد میره تو مغازه 20 تا پر میکن. 4-5 تا بعد باشه. چه خبره؟ بستگی داره فلافلش چقدی باشی. اینقدی مام بزرگ من اینجور مواقع میگه به ترکیو صدا کنه. زیاد که غذا رو چیز میگه. من آقا ستا عالیم. همتون همینا، اول میگی ستا، بعد میای تو مغازه زیر 15 تا پر نمیکنی. همتون اینه همین. خب بستگی داره آقا چقدر خوشمزه باشه. بعد ما در وهله اول اومدیم رو کاغذ نوشتیم لطفاً فقط 5 عدد فلافل بردارید، که متاسفانه لطفاً کارساز نبود. اومدیم نوشتیم جون مادرتون 5 عدد فلافل بردارید، که متاسفانه بعضیا بودن به مقام شامخ مادر ارزش قائل نبودن، بیشتر از 5 تا برمی‌داشتن. که با بزرگم با چوب رفت وایسا سر کاسه فلافل، که اینجا بود که به مقام شامخ پدر احترام قائل می‌شدن. یعنی کسی بیشتر از 5 تا برمی‌داشت با چوب اینا رو می‌زد، البته فقط آقایون رو می‌زد. بعد اینا گفتن آقا ما از شما شکایت میکنیم. بابا بزرگم با شما شکایت میکنیم، ما خودمون ازتون شکایت میکنیم. زنگ زد پلیس گفت آقا ما اینجا مشکل داریم، مثلا تشریف بیارید. ماموره گفت که باشه الان میایم. شما آقای گفت قاسم هست، قطع کرد. اجرای من اینجا تموم شد. من با آقای علی خانی صحبت کنم که شما رو مسدود نکنه.
حواسشو پرت کنم. خوب هستی نه شما؟ اجراش اجرا تموم شد الان. داره. آقا رای میدید یا بزنم؟ اجراش تموم شد. نه بابا. کاش کی زده بودم بلاک میکردم.